سلام برای یوتیوب امروز کینگ قشره رو براتون دارم کینگ خودتی داداش خدا در این هوای آفتابی چی برامون داری؟ همون سوی با عینک کارتیر 2500 دلاری والا تو حراج گرفتم 50% آف سو... 1250 آره. پشم uh, şey ریخت گفتم که اصلا خیلی شیک <Universe> خیلی چیزه. امروز میخوایم با خشی راجب رابطه صحبت بکنیم ولی نه همه چرا همه با من راجع به رابطه مصاحبه میکنن چون میخوام یا تعتیب اما بدی یا تعتیب تو بدم یعنی من دوست ندارم چه دارم میبینی دیگه این مشکل همین من زن و بچه دارم آقا جون بعد از این درباره چی چرا من اذیت میکنین همه راجع به رابطه هم من سوال میکنن دیگه قیافتون خاص اینقدر سکسی نکن تحسین <applause> ما در رابطه در مورد چیش میگم ببین رابطه میخوام راجع اسپسیفیک راجع سوال کنم که این رابطه ها ام... چیزن مثلا من وقتی... وخ... یه آدم سینگل خیلی میتونه موفق تر باشه تا درستان. یه آدم مترهل توی به نظر من هر چی یعنی اگه مثلا من تنهایی تصمیم بگیرم نقاش ساختمون بشم خیلی میتونم موفق تر بشم اگه زن داشته باشم خیلی ناراحت کننده است آدم فکر می‌کنه اگه این نفر باشه بغلش میتونه کمکش کنه ولی اینجوری نیست من چون... نظرم با تو یکم مخالفه تو این موضوع خب همون میخوام سوال کنم بالاخره تو خود هستی تو یه تو یه آرتیستی... و توی دنیای آرت خب مثلا یه سری کارا باید بکنی که امکان داره مثلا دوست دختر یا خانومت حال نکنه مثلا توی ویدیو بعد مثلا پشت دختر میاری مثلا تقریبا لختن <تصحیح> من سوالم اینه که مثلا چقدر تاثیر میذاره روی کار تو چقدر مثلا تو وقتی داری مثلا دختر سناریوشو مینویسی <تصحیح> <تصحیح> نمیتونی نگی من تو خواهم نیست ببین دیگه سر من اتفاقا سر همین میوزیک ویدیو هلو حالا نمیدونم این ویدیو کی میاد ولی مثلا سر همین میوزیک ویدیو هلو تمام مدل مثلا مثلا حالا مدل‌هایی که مثلا برای میوزیک ویدیو بود یا مثلا شات هایی که قرار بود بگیریم یا همه اینا رو مثلا حتی دوست دخترم بغلم بود یعنی مثلا نشسته بودیم داشتیم مثلا سناریو در می‌وردیم که من مثلا رو تختم چهار تا دختر پشتم مثلا دارم مثلا اینجوری اینجوری میکنن مثلا چند دو تا دختر تو وانن مثلا فلان و بیسار و نمیدونم از چه مدلایی استفاده کنم و اینجور جور من دوست دخترم مثلا اونجا با هم همفکری میکرد حتی مثلا یعنی میگفت مثلا چرا این مدل رو نگو بیاد یا این مدل رو بگو بیاد یا از این از همشون بهتره یا مثلا فلانه بیساره دلیلش هم اینه که مثلا توی یه رابطه وقتی درست شروع میشه تو مثلا اگه درست شروعش بکنی مثلا طرف بدونه که آقا تو دقیقاً چه چیزی داری مثلا دقیقاً چه چی میگن چه ریکوست دای دای تو زندگی نه اصلا ریکوست کاری نم دقیقا خودت چه شخصیت کاری داری مثلا من خیلی حرفه ایم تو کارم مثلا دختره اگه جلو مثلا لنگاشم هم واکنه من مثلا کاری نمی کنم دو دوربینی کجاست من اصلا مثلا داشتم مثالی زدم برای یکی مثلا میگفتم مثلا من وقتی میرم سر میوزیک ویدیو وقتی دختر لخته مثلا یا مثلا بیکینی تنشه مثلا اگه مثلا ممش بغل چشمه نمیگم وای ممه میدونی اون لحظه که دارم اکت میکنم مثلا میگم اوکی میز مثلا دمپایی دیوار ممه میدونی همه چیه چیز خیلی درست سین تو چی آره سینو چی یعنی مثلا تو ذهن من, من اینجوری هم که مثلا تا جایی هم که میتونم حرفه ای برخورد میکنم مثلا چه میدونم اگه دوست صحبت دوست دختر من سر شوت اون میوزیک ویدیو نبود مسافرت بود یعنی فکر کنم مثلا من اینجا دارم مثلا با 10 تا دختر ویدیو میگیرم دوست دخترم تو ایران مثلا حالا مسافرت رفته مثلا رو ببینیم هر چیز دیگه ای مثلا با هم دیگه چیز میکنیم سو so بیسیکلی حرفی که من میخوام بزنم اینه که لزوما باعث نمیشه که خب نه من میخوام اینو چالش کنم ام. چون حرف تو به قول معروف این چون میگن نفس در جای گرم داره بلند میشه تو دختر خوب بد افتاده داری جنرالایز میکنی چون میگی تو داری میگی اگر دوستو خواستم من, من همینه من مثلا خیلی به این مسیج زدن کامل زدن که توی که مثلا زن داری بچه داری باید رفتی تورنتو مثلا همش با آرتیست خب بعد آرتیست ها مردم اکسیت میکنن که مثلا شما خود زندگیتون کریزی تر از اون چیزی که واقعیت هست خب <تصفح> واسه همین فکر میکنم مثلا همش داریم الان پارتی میکنیم سنگین و اینا چجوری مثلا زنه هیچی بده نمیگه من مثلا چند پر دو سوال ازم پرسیدم برم جالب بود. گفتم که من اگه دو سوخه قبلیم بود میدونم بهم میخواست گیری بده میدونم میخواست رو اسوام بره میدونم روزی سی بار مثلا من آخرین باری که با الان حرف زدم خانومم سه روز پیش بود <تصفح> سه روز باش حرف نزدم برای اینکه نه که به یادش نیستم همش کار داشتم یعنی نانستا داشتم کار میکردم اگرم تو ماشین تو روانندگی بعد بودم دلم میخواست اون اصلا فقط موزیک گوش بدم ریلکس نه کنم نه. که برسم خونه میدونم الان به بچه حرف بزنم آدمی که تو رو بفهمه نکن این دو طرف است مثلا طرف میاد میگه آقا من مرزم اینه مثلا تو وقتی روز اولی که داری مثلا با یکی دوست داری میری توی رابطه میفهمی که آقا طرف مرزش چیه مثلا تو میگی ما من آرتیستم من تو میوزیک ویدیوم شاید یه دختر باشه هم شاید مثلا با یه دختر توی چیز باشم ولی تو میتونی باشی اونجا میتونی ببینی مثلا من پروفشنالم میتونی مثلا بر اساس زمان مثلا این موضوع رو بفهمی که خب مثلا حالا من این کاری نمی کنم. واسه همین گفتم لزوم نه یعنی تو اگه بتونی کامل مثلا کامیونیکیت کنی قشنگ بگی آقا بگی مثلا آقا من با عنوان آرتیس می طلبه با. مثلا پوتک هم الان زنش کاری بهش نداره مثلا وقتی مثلا دختر تو ویدیوشه چون میدونه پوتک کاری نمیکنه میدونی یا مثلا دو دختر من میدونه من کاری نمی کنم. مثلا همین اوکی ان مگر نه آره مثلا چه بنام. اگه مثلا با یه دختر سایکو تاکسیک دوست میشدم یه دخترم مثلا به دایرکت میداد مثلا دعوام می شد همینه تو الان اگه یه دختر سایکویی که الان اسمش میذاریم بیاد با تو دوست میشد تو برای این کامیونیتی میگی توضیح میدادی آیا ایشون میفهمی نه منم دوستی نمیکردم با اون دختر من کسی که نتونه بفهمه که من کار آرتیستیم مثلا چه چیزایی براش مهمه مثلا من خودم حول مثلا کونو ممه نیستم که ولی مردم دوست دارن آقا تو ویدیویی که دارن میبینن کونو من هم ببینن مخصوصاً ویدیوی تابستونی میدونی چی بهت میگم واسه همین اون اون قضیه برمیگرده به خود اون دختره که این سیکیوره من دوست دخترم این سیکیور نیست به من تراست داره منم به اون تراست دارم هیچ کدومون این نیستیم نیست. اگه اون حتی مثلا چه میدونم با دوستاش بره بیرون یا مثلا برن مهمونی من گیر نمیدم چون تراست دارم بهش میدونی اگه لباس لختی بپوشه چی ببین لباس لختی یه بحثه بحث اینه که نکن تو یه موقع ده ده لباس تو. میکن یه موقع لباس میپوشی لختی که ایمپرس بکنی مثلا شش تا پسر رو خب یه موقع هستش که نه مثلا لباس داری میپوشی مثلا با دوستات داری مثلا با دوستای دخترت مثلا داری نایت داری یا هر چیز دیگه ای خب من دوست دخترم خودش این کار نمیکنه یعنی مثلا نه که مثلا دختری باشه که مثلا محجبه باشه یا مثلا فلان اتفاقا خیلی هم دختر مثلا اوپن مایند و نمیدونم چیزش خیلی اوکی خب ولی مسئله اینجاست که منم وقتی به اون تراست دارم خب وقتی که میدونم آقا مثلا این کارو داره نمیکنه برای اینکه مثلا نظر چند تا پسر رو جلب بکنه واسه اینکه ام مدل لباس خوشش میاد آره مثلا اگه یهو چسب بزنه اینجا مثلا بره بیرون 100 صد درصد من صدا در میاد عین اینه, اینه که منم مثلا برم دستم رو لایپ لای پای دختر رو کلام بکنم لای معمای دختر من کاری قبول دارم در دختر لباس لختی رفتن بیرون بدون پارتنرش مثل اینونه که ما بریم به دختر دست مال کنیم دختر میگه تو هم لباس سکسی بپوش حالا لباس سکسی, سکسی من نیست. نیست. بپوشم همون یعنی خیلی حرف قشنگی بود و حالا منم اینو حرف خشی رو کاملا دبل میکنم یعنی من حرفی که زدم دقیقا حرف خشی بود ولی من جور دیگه شروع کردم یعنی از اون وقت گفتم من دارم میگم 90 درصد خانوما عددم از باسنم در آوردم میتونه باشه 60 میتونه باشه 99 میتونه باشه 70 ولی دارم میگم بیشتر خانوما کرکتر اون سایکویی هستن که گیر میدن نه رو این کار نکن توضیح هم که میدی اولی است و این تو اولش با باوندری با تو دوست شد خواننده نیست بعد تو دو سال آینده خواننده شو بعد چیکار کنه بعد زجر بکشه به یا بعد بن دختر رو خب، نه مثلا اینجاست که تو با کامیکیت میتونی این موضوع رو حل کنی نه اگه مثلا هدف من این باشه که توی دنیا یه فقط هدف دارم اونم اینه که تو موسیقی به یه جایی برسم و موسیقی من طلب میکنه که اینو بیام مثلا دختر تو ویدیو بیارم اگه دوست دختر من داره ساپورت نمیکنه این موضوع رو خب این نشون میده که ما اصلا هم نیستیم. پس اگه آدم با دختر بود دو سال باش بود بعد این اتفاق افتاد این یکی از نشونه خیلی واضحه که تو با این آدم نمیخوری باید, باید, باید کمیونیکیت کنی اگه دختره فهمید آقا مثلا سیستم تو چیه ببین مثلا ما تو ایران مثلا پسرا دوست دختر عادی نمیتونن داشته باشن توی مثلا رابطه یا دخترها دوست پسر عادی نمیتونن داشته باشن توی رابطه دلیلش چیه دلیلش اجتماع مریض ماه اونم اینه که همه پسرها میخوان همه رو بکنن تو همه جای دنیا همینه آره ولی مثلا دارم میگم من دوست مثلا من خودم دوستای دختر عادی خیلی دارم که اصلا بهشون هم چنین ندارم خب ولی اونا فکر میخوام به تو بدن تو اینو نمیدونی نه اینو میخوام بهت بگم میخوام بهت بگم که ببین همیشه جا برای جرقه زدن وجود داره تو فندک رو همینجا میتونی روشن درسته. کنی تو فندک تو, تو پمپ بنزین میتونی روشن کنی تو خونت هم میتونی روشن کنی همه جا میتونی فندک رو روشن کنی خب بهترین چ... کار اینه که بالاخره ما... بالاخره انسانیم دیگه میدونی یعنی یه دختر خیلی مثلا سکسی با یه پسر سکسی رو بذارن توی اتاق جفتشون هم زن و شوهر داشته باشن بعد مثلا یه سال توی اتاق در روشون بسته باشن یه چه میدونم یه لب هم گرفتن مثلا دارم بهت میگم یعنی غریزه انسان یه کاری میکنه که چیز ولی اون فندک دست توه که تو اگه نکن دختره که نمیت خوشو بندازه رو تو حتی اگه این کارم بکنه تو باز, باز میتونی جا خالی بدی میدونی چی بهت میگم یعنی این من, من دادم بعد به مرگ مامانم دادم منم دادم من داستانشو تعریف کنم اصلا چون بچه واسه خیلی باحاله اما رفتم ایران یه خورده داستانش جالبه رفتم ایران دقیقا هم وزن الانم بودم خب و این چاق ترین من تو زندگیم بودم 122 تو بخیر رفتم ایران شو هم 122 یه دختری ها من میدونم که همیشه تو کار من بود قبل از من از ایران بیام بیرون و من دختر زنگ زدم سعید و این اومد دید دید که من چاقم شروع که من رو کردن به بدترین حالت یعنی مثلا گفتش که فردا بریم بیرون و من حاضر میشم ساعت مثلا 5 میذارم که جواب نمیداد 6 میذارم که من اومدم ساعت چند چندمیم کجا میخوام میام اومایم بعد یکم بذارم داستان چیه جواب نمیداد بعد 10 زرم میذارم که ببخشید من برام, برام پیش پیشونام فردا بریم بعد فردا همین کارو با من کرد مثلا 7 بار این کارو با من کرد خب مم. بعد مثلا مغز درد گرفتم که اینی که مثلا اینجوری دنبال من میدوی نگاه کن چی شد مم. من از حرص به این آدم اصلا وید کشیدنم به خاطر این داستان شروع شد من از حرص این آدم گفتم من میخوام لاغر شم یه رفیق گل داشتیم گفت میخوای لاغشی گل بزن کره, کن نکن گفتم اوکی آقا من هم صحبه نمیشنم گل میزدم غذا نمیخوردم از حب نمارد چیز آقا این دختره به من مگونم خب لاغشم شروع کردم ورزش کردم مثل سگ و خودم رسوندم به فکر میکنم 88 کیلو که لاغرترینیه که تو 20 سال گذشته بودم آقا خودم رسوندم به 88 کیلو و, و فدام فنان... تو این دختره رو من دو ماه بعد سه ماه بعد عروسی خواهرم دیدم عروسی خواهرم دیدم و یهو من مهدی گفت واه چی شد تو چرا عوض شدی فرگش همون صورت قدیمی و اینا دوباره افتاد جون خب دوباره همونجوری یو آف شد دوباره آن شد افتاد جون و شروع کرد با من تیک زدن بعد من یه شب رفتیم خونه یک از دوستان همین کسی که به من گفت گل بزن رفتیم خونه من مهمونی بود این اومد منو بود تو اتاق من رو, رو اتاق من رو رو تخت بعد دوامن خیلی کوتاه نشد پاش رو کرد نشست رو من و برای مثلا من رو بزرست ماساجت بدن فلا قشم من بعدش فردش بخواه ترتیب من بده من هم چون که هرس گرفته بودم نمیدادم کاش نکردم اینجا داستان جالب میشه یه روز مهمه دارم میرم مهمونی زرزم بهش گفتم که مهمه من گفتم باشه بیا خونه من گفتم نه من روم نمیشه جلی مامو به تو بیام اونجا گفتم نه مامو دارم میرم بیرون عروسی تو فلان تا ساعت چهار نمیان خونه خب این تا چهار مامو به خونه نیست اوکی میام گوشی شو کردم زنگ زدم به هر پسری که تو ایران میشناختم امید کردم تو اون سفر تا او هر بزین خونه من این از یه دو سی تا پسر اومدن پسر همه نشستن دین دین دختره اومد یه لباس براق پوشیده بود از اینکه رو ناف بسته میشه چاک معما بیرون تمام بدن داره برق میزنه کرم زن دست بزنی سر میخوری خب اومد بالا با پاش اون شق 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 اومد تو در خونه ما یه ورودی داره که میای توش اونجا هیچ چیزی نمی‌بینی بعد که میای بیرون بقیه خونه رو می‌بینی این اومد تو یهودی 13 تا پسر همه سیبیل نشسته یه اونجا که گفت تو که گفتی تنهاییم گفتم نه گفتم ما بابا نیستیم که گفتم تنها ببینی دختری نشست بسطه با این دامن کوتاه دست نشست با از سیزده تا پسر شاخ یه دو ساعت نشست و با اون من باید برم بعد ببین ما دیگه تا صبح جوین زدیم و خندیدیم و دخترم خوش آره منم خیلی مثلا خالی زیاد دادم من خالی بعد میدم یهو یهو مثلا به میشه نه خالی بعد میدم یعنی مثلا محترمانه خالی نمیدم یهو یهو کلا میرم مثلا او میدونی چه میگم یهو مثلا دخترم میاد مثلا شروع میکنه با هم یه مثلا حرکتی بزنه و اینا یهو سرمو مثلا اگه تو رابطه باشم مثلا سریع اون کج میکنم حرکت مثلا سریع مثلا میرم اونوری مثلا فلان ولی دو سه بارم جاخایی دادم حالا نمیخوام بگم دقیقا چه جوری جاخایی دادم ولی دو سه بار منم خلاصه که جاخایی رو آدم میده آره میتونی بدی نعی... واقعا من... <تصف> <تصف> اون میگم اون فندکی دست خودته که تو, می... تو, می... تو میخوای که اون اه... سیستم چه جوری ببری جلو ب... پس به نظر من توی یعنی رابطه توی بیزینس و توی کار و توی آرت و اینجور چیزها کاملا بستگی به خود رابطه داره کن یه رابطه مثل مثلا چه میدونم یه عادت خوبه میدونی تو تو همه چی میتونی این عادت رو چیز داشته باشی ولی اگه بد باشه مثل یه عادت بد تو همه چیه خب یعنی مثلا اگه رابطه بد داشته باشی تاکسیک باشه تو واقعا یه پادکست هم نمیتونی بگیری چه برسه به یه ویدیو با ده دختر یا مثلا نمیدونم نمیتونی مثلا بری دوستای دختر تو که مثلا تو کار آرتن ببینی یا مثلا دوستای دخترتو تو که مثلا تو کار دیزاینن ببینی مثلا فلان و ولی بعد اینجوری رابطه ها اتفاقا قوی تر هم میشه وقتی که طرف خودش میتونه باشه چون هی اگه خودش نباشه هی چون توی درونش چیزی فریاد میزنه من یه چیزی میخوام اون فریاده رو اگه هی سرکوب کنی یه هو آتش میشه واسه همین چیت میکنن به هم واسه همین یه هو پسر مثلا میره مسافرت شیش تا دختر مثلا میزنه زمین امه. میدونی ولی یه رابطه ای که ریلکس باشه طرف مثلا بدون آقا واسه چی تو رابطه هست. یعنی بعضی موقع ما به صورت مجبوری از رو اجبار میریم تو رابطه چرا به خاطر اینکه مثلا دهن دختر قبلی رو سرویس کنیم یا دهن مثلا اون دختره دهن پسر یا قبلی رو سرویس یا تنهایی در تو نباید اصلا اینجوری بری تو رابطه رابطه خیلی چیز مهمیه اینه گرفتن شریک بیزینسه از اون مهمتره آره این گرفتن یه شریک بیزینسی اینه گرفتن مثلا یه مهمترین تصمیم زندگیته مثلا روانشناسه باید تحقیق کنی باید بدونی قبلش مثلا بدونی آقا مثلا با طرف تو چه زمین های نقطه اشتراکی مثلا یه دختری باشه که واقعا مثلا این سیکیور باشه تو اگه آرتیست باشی نمیتونه دختر هندل کنه چون آرتیست دختر میاد سراغش هر یه کاری نمیتونی بکنی تو آرتیست باش اصلا قیافت هر چی میخوای باشه باش دختر میاد سراغه میدونی چی بهت میگم یعنی آره دیدم کینگ رام هم دختر بهش مساج میزنه کدوم بود م... 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 گیتار میزنه آهنگ خیلی قوی آه کینگ رام خفره نه میگم با اون قیافه دختر به اون مساج میزنن قیافش من بده نه هم تو آره یه دختره بهش مساج میزن گریه میگه حالا من دیدم بچه ها دختره به من مساج نمیزنن که چون من متحلم و از این حرف ولی دیدم به چه دختره به بچه ها مساج میزنن مادر بگه یعنی چیزی که فکر میکنی و ده فرار بهتر کن به خدا دارم میگم ولی خب میدونی چیه اصلا یعنی مظلومی که کاریکن که داره میکنه خیلی سخته یعنی یه دختر ببینه که این دریوس این کار داره میکنه باید تخماشو بلیسه چون میگه دود این چاغال که آپشن نداره خب این اگه نشسته خونه گوش چه گویی میخواد بخوره مزلوم. ولی این 300 تا آپشن داره و میشینه خونه واسه همین این ریسپکت داره و... نه نمیشینم خونه نه من خودم محدود نمی چیت نمیکنی آره ببین چیت کردنه من هی... من مثلا دارم بهت من هیچ دختری رو نمیتونی بیاری توی رابطه با من بوده باشه مثلا بگه خشی به من چیت کرد من همینطور من هیچ وقت به دو دوست دخترم چیت نکردم دوست دخترم بهم چیت کردن ها. مثلا دو تا از دوست دخترم بهم چیت کردن نه اونم نداشت. رابطه جدی که مثلا بوده مثلا خیلی چیت... درد داره نه نه تخمت هم نبود آره بابا چی... چه خوب چون من تا نمیشتم خیلی خوشحال شدم که نه من دردش دید. میدونی چیه دردش فقط لحظه یعنی مثلا پیش خودت میگه ای خورشو گاییدم این همه مثلا ما خودمون رو گاییدیم مثلا فلان دختر تو استخ داد بالا ما هیچ کاری نکردیم فلان دختر ما اون خیلی پارتی ما هیچ کاری نکردیم بعد این رفته مثلا به چاغال مثلا داده. مثلا اون آره مثلا اون یه حس مثلا ریزی بهت میده حس مثلا ناراحتیه فلان ولی آخرش که اینو من میگم همیشه آخرش و عب... یعنی همیشه آخرش مهمه تو همه زمین ها هم همیشه آخرش امه. مهمه, بله میدونی چی یعنی تو بیزینس تو چهل بال بخور زمین اون یه باری که میبری آخرش شون هست آخرش مهمه و الان کجایی آره دقیقا, دقیقا. و توی رابطه هم ما دقیقا همینه مثلا وقتی من میگم آخرش مهمه منظور اینه که میگی خب الان که اصلا دیگه تموم شده مثلا من بشم به چی فکر کنم مثلا به این فکر کنم که مثلا طرفی یه همچین حرکتی رو من زده اوکی خود این نشون میده که طرف چقدر مشکل شخصیتی داشته که مثلا از اعتماد من سو استفاده کرده الان اون دیگه منو تو زندگی خودش نداره میدونی چی بهت میگم واسه همین این مسائل وجود داره یعنی تو هر جوری هم بخوای حساب بکنی آخرش اون آدمی که یه کار اشتباهی رو میکنه خود اونه که ضررش رو میبینه توی بلند مدت من همیشه بلند مدت همه رو نگاه میکنم مثلا یه دختری از مثلا یه دوست دختری که مثلا حالا قدیم داشتم مثلا حالا قبلا و مثلا جوانتر تر بودم فلان و اینا الان تو زندگی من تأثیری ندارن یاد نمیاد آره حالا مثلا یه حرکتی هم زده باشه اون موقع الان الان من دیگه بهش فکر نمی میدونی چی میگم الان مثلا به دوست دختر الانم فکر می به رابطه الانم فکر می کنم به اینکه چقدر مثلا تو رابطه مثلا موفق دارم میرم جلو مثلا اونم همین طور مثلا فلان حالا شاید مثلا رابطه ما هم مثلا شاید بالا پایین داره همه رابطه ها بالا پایین خودشو داره دیگه خب ولی سر چیزای کوس و شعر علکی نیست مثلا سر این نیستش که آره دختره تو رو نگات کرد یا مثلا استوری که میذاری این دختره داره با تیک میزنه فعلا ما حتی استوری ها من مثلا یه سری دختر مثلا استوری برا میفرستن مثلا اینو میفرستم واسه چیز دوست دخترم که مثلا ببینه مثلا بخندیم ما هم دیگه. مثلا دختره داره خیلی دیگه اشو سکسی اشو خراکی میاد و اینو میفرستم براش مثلا میگم بای خب مثلا اون مثلا میاد میگه که اه فلان فلان شده فلان فلان شده مثلا میخندیم ما هم دیگه سر قضیه خب یا من مثلا دایرکت هم واسه موقع مثلا دوست دخترم مثلا خودم مثلا بهش میدم مثلا میگم بیا این دایرکت هم مثلا چک کنم این دختره بهم چی گفته مثلا دختره بهم وایس داده عاشق تو تو خدا فعلا کن بیسار کن مثلا هر 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 داریم ما مثلا دوست دخترم به این قضیه میخندیم خب نه که مسخره کنیم مثلا باحال دیگه بالاخره نه میدونم مومنت رو با هم شیر میکنیم دا. و به نظر من ببین تو هر چقدر خودت باشی اگه طرف تو رو بخواد با همون انی که هستی این خیلی ما من منتظر حرفت همش اینو بگم آره طرف اگه تو رو بخواد همون انی که هستی میخواد نه که حالا تو لش باشی معتاد باشی هی با این سکس کنی یه آدمی هست هم... که حالا آرا... خوش رو بهتر کنن آره یه آدمی هست که حالا یه سری اراده شخصیت هم داری ولی خب مثلا توی مرزای رابطه چیزی رو نمیش کنی مثلا طرف میگه آقا تو تو رابطه چی برات مرزه چی رو مثلا چیت میبینی چی رو مثلا فلان مثلا اون میگه تو هم میگی حالا اگه اون برای اون مثلا ظرفیتش پایینتر از اون چیزی که تو باشی هم. میتونه یکم کامپرمایز کنه بیاد بالاتر تو میتونه یکم کامپرمایز کنی بیاد پایینتر ولی نه اینکه دیگه کلا کامپرمایز کنی قط کنی مثلا مثل این پسرا که دوست میشن خود منم این کارو کردم مثلا زمانی که مثلا بچه تر بودم یه ذره خام تر بودم مثلا شده دوست دختر بگیرم بعد به خاطر اینکه دوست دوست دخترم خوششون نمیاد دوستامم نبینم درسته و این دیارم. خیلی کیریه خیلی کارش آره. و یه جورایی همه همه ممکنه تو این دام بیفتن خب من افتادم این. آره ولی این نشون میده که چقدر اون رابطه تاکسیک و چقدر اون رابطه مسخره است بخاطر اینکه تو حتی نمیتونی با دوستای خودت باشی سوال اقتصادی سویل